کسی که نافرمانی الله میکند و توبه نمیکند اونی که توبه میکند خو الله توبه پذیر است و میپذیرد کسایی که توبه نمیکنند و به مسیرشان و گناهشان ادامه میدهند الله سبحانه و تعالی میفرماید از زبان آدم علیه و السلام و همسرش قال ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنا من الخاسرین سیارت پرستش میکنید بوت پرستش میکنید گاب پرستش میکنید آفتاب و محتاب پرستش میکنید به خاطر مردم شهرت و خود نمایی میکنید هر چی دلتان میخواه انجام بدید ولیکن آگاه باشید که بزرگترین زیان کسی کرده که کارش به خاطر غیر خدا پیام هایر دریافت میکنیم که طرف خانم میگه به خاطری که خداوند بر دختر داده شوهرم میخواه از جدا بشه چرا پسر نوردی دختر آورد همانا زیان کردن خسران بسیار بزرگ دامنگیری کسانی شد که فرزندانشان را کشتن فرزند کشتن تنها این نیست گور زنده گور کنی یا از بین ببری همی که در برابرش بی توجه هستی حقوقی شرایط نمی کنی به تربیتش کوتاهی می کنی همی که تبعیض قائل میشه بین دختر و پسر همی که ناراز هستی از این هدیه ای الهی این خود قتل فرزند است چقدر وقتت با گیم پابجی مصرف میشه چقدر وقتت با فیسبوک و با اصطلاح با صفات مجازی مصرف میشه چقدر وقتت بیهوده مصرف میشه بدون اینکه اون مدیریت بکنی ازش استفاده بکنی چیزی رو بیاموزی حالا کسایی که میاموزن حداقل اگر با صفات مجازی امروز مصروف هستم یک چیزی رو میاموزن همه چیز امروز در اختیارت قرار دادن اما تو بازم وقتت بیهوده مصرف میشه الله سبحانه و تعالی می فرمد والعصر این الانسان لفی خسر قسم است به عصر و زمان که انسان در زیان است الله سبحانه و تعالی در نص سریح قرآن ده گروه را بیان کرده که اینها زیان کارند یعنی کسایی که خسران کردند زیان کردند یعنی واقعا خساره من شدن ده گروه است بنابر نص سریح قرآن اینها چه کسانی ببین با هم ببینیم از آیات قرآن که الله تبارک بتالا اینها رو معرفی میکند اینها چه کسانی است اول و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلی یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین کسی که غیر از اسلام دینی دیگری را بپذیرد او در حقیقت زیان کرده است من شده است یعنی کسی که پیام اسلام برش به شکل درست و صحیح رسیده دعوت اسلامی برایش رسیده اما نپذیرفته اون کسی که پیام برش نرسیده یا به شکل درست برش نرسیده ناقص رسیده برعکس رسیده اون ممکن معذور شمرده شود بنابراین اولین کسی که خسارمند است کسی است که اسلام را نپذیرد دوم الله سبحانه و تعالی می فرماید فطوت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرين کسی که قتل میکند قتل ناحق یعنی قاتل زیانکار است الله سبحانه و تعالی در جریان فرزندان آدم هاویل و قابل این آیت تر بیان میکند وقتی یک برادر برادر دیگرش میکشد الله میگه فاصبح من الخاسرين او از جمله زیانکاران است جمله کسانی که واقعا زیان من شده یعنی قاتل خیلی خسارت بزرگی کرده اگر در صورتی که بداند که چه جرم مرتکب شده است و چقدر خونهای ناحق زیادی ریختانده شده در وطن و چقدر انسانهای به صورت مظلومانه کشته شدن از بین رفتن و ای قاتلین روز قیامت از جمله زیانکاران محسوب میشوند در پیشگاه خداوند سوم کسی که نافرمانی الله میکند و توبه نمیکند اونی که توبه میکند خو الله توبه پذیر است و میپذیرد کسایی که توبه نمیکنند و به مسیرشان و گناهشان ادامه میدهند الله سبحانه و تعالی میفرماید از زبان آدم علیه و السلام و همسرش قال ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقتی که حضرت آدم و همسرش اشتباه را مرتکب میشوند بعد این گونه دعا میکنن پروردگارا اگر تو نبخشی ما را مورد مغفرت خیش قرار ندهید ما از جمله زیانکاران محسوب میشویم یعنی کسی که گناهی را مرتکب میشه اشتباهی را مرتکب میشه اگر توبه میکند خب الله بخشاینده است میبخشه و اگر توبه نمیکند و بدون توبه برود از زیانکاران محسوب میشود چهارم کسایی که عبادت غیر الله را میکنن یا ریاکاری میکنن عملشان به خاطر خدا نیست به خاطر غیر خدا است الله سبحانه و تعالی میفرماید فعبدوا ما شئتم من دونی قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم و اهلهم یوم القیامه الا ذلك هو الخسران المبین هر چی میخواهید عبادت کنید زیارت پرستش میکنید بت پرستش میکنید گابه پرستش میکنید آفتاب و محتاب پرستش میکنید به خاطر مردم شهرت و خود نمایی میکنید هر چی دلتان میخواه انجام بدید ولیکن آگاه باشید که بزرگترین زیان را کسی کرده که کارش به خاطر غیر خدا انجام داد غیر الله را پرستش کرد از جمله زیانکاران محسوب میشه و پنجم الله سبحانه و تعالی میفرماید کسی که برای من شریک قائل بشه اونهایی که معتقد بر اینن که خدا زن داره بچه داره اولاد داره خدا دوتا سه تا. مثل یهودیت مسیحیت لقد کفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه گفتن سه تا خدا وجود داره عیسی هم خدا است مادر عیسی هم خدا است خدا هم خدا است شرک با خداوند الله سبحانه و تعالی میفرماید ولقد اوحی الیک وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك ولتكونن من الخاسرين الله سبحانه وتعالى بر پیغمبر می ما وحی کردیم بسويتو وبسوی پیغمبرانی که قبل از تو بوده برای اونها هم وحی کردیم که اگر کسی به خداوند شریک بیاورد الله عملش هم هبته و زای میکند و روز از جمله زیانکاران محسوب میکند روز قیامت ششمین گروه زیانکار کسایی که با شیطان دوستی میکنند الله سبحانه و تعالی میفرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسران مبینا کسی که شیطان را به دوستی میگیرد غیر از خداوند یعنی دنبال قدم های شیطان حرکت میکند حرف شیطان گوش میکند و تحقیق که زیانکار است او خسارت من شده است خسارت بسیار بزرگ شامل حالش هفتمین کسی که زیانکار است بنابر نص سریع قرآن کسانی که در بین فرزندانشان تبعیض قائلن فرقی بین دختر و پسر یا فرزندش میکشه ما در نمی قرن بیست یک در نمی قرن بیست خبرهایی رو میشنویم که برای طرف خدا دختر داده او را از بین برده که چرا برای ما دختر داده او دوران جهالتی که بگذار گذشته خو گذشته در نمی شرایطی که ما خود زندگی میکنیم پیام های دریافت میکنیم که طرف خانم میگه به خاطری که خداوند برایم دختر داده شوهرم میخواه از جدا بشه چرا پسر نوردی دختر آوردی عجیب نیست در حالی که امروز علم میگه تمام دانشمندا تیبا میگه که قضیه دختر و پسر بیشتر با مرد ارتباط داره نبازن الله سبحانه و تعالی می قد خسر الذين قتلوا اولادهم همانا زیان کردن خسران بسیار بزرگ دامنگیری کسانی شد که فرزندانشان را کشتن فرزند کشتن تنها این نیست گور زنده بگور کنی یا از بین ببری همه که در برابرش بی توجه هستی حقوقی شرایط نمیکنی به تربیتش کوتاهی میکنی کنی همی که تبعیض قائل میشه بین دختر و پسر همه که ناراض استی از این هدیه ای الهی این خود قتل فرزند است الله میگه این از جمله زیانکاران است هشتمین کسی که زیانکار است بنابر نص سریع قرآن کسایی که ملاقات و دیدار با الله را تکذیب میکنند الله سبحانه و تعالی میفرماد قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم مصاعت بغتتا قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا همانا زیان کرده است کسانی که ملاقات و دیدار با رب العالمین را تکذیب میکنند از ای که روز قیامت با خداوند روبرو میشوند در حالی که این یک حقیقت انکار ناپذیر است و نهم زیانکاران در قرآن کسانی است که الله تبارک و تعالی میفرمد کسی که روز قیامت گناهانش نسبت به حسناتش بیشتر بشه یعنی پله ترازوی گناهانش سنگین تر باشه نسبت به حسناتش الله سبحانه و تعالی میفرمد و من خفت موازینه فاولای که هم الخاسرو کسی که ترازوی حسناتش کم بشه نیکیهایش کم بشه و بدیهایش زیاد بشه ای زیان کرده است در حقیقت زیان من شده و دهمین کسی که زیانکار است بنابر آیات قرآن الله سبحانه و تعالی می کسانی که وقتشان بیهوده مصرف میشه خیلی زیاد از ای افراد چقدر وقتت با گیم پابجی مصرف میشه چقدر وقتت با فیسبوک و با با صفات مجازی مصرف میشه چقدر وقتت بیهوده مصرف میشه بدون اینکه را مدیریت بکنی ازش استفاده بکنی چیزی رو بیاموزی الا کسایی که می حداقل اگر با صفات مجازی امروز مصروف هستن یک چیزی رو می همه چیز امروز در اختیارت قرار دادن اما تو بازم وقتت بیهوده مصرف میشه الله سبحانه و تعالی می فرمد والعصر این الانسان لفی خسر قسم است به عصر و زمان که انسان در زیان است کدام انسان؟ انسانی که وقتش مدیریت نمیکنه ایمان به الله نداره عمل صالح انجام نمیده دعوت به حقیقت نمیکنه دعوت به صبر نمیکنه انسان در زیان است اصل هدف سر وقت است چی زیانی بزرگتر از این باشه که وقتی بیهوده مثلا چی زیانی بزرگتر از این باشه به هر حال عزیزان من این ده گروه را خداوند در نص سریح قرآن به ما بیان کرده که اینها زیانکارند اول و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاصرین کسی که غیر اسلام دین دیگری دي را بپذیرد دوم قاتلین کسی که مرتکب قتل می شود در باب هابیل و قابیل الله تبارک و تعالی می فرماید فقتله فاسبح من الخاصرین برادرش کشت از جمله زیان شد توبه و نافرمانی الله تبارک و تعالی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شارم إبادة غير خدا ويا رياكاري ما شئتم من دوني قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم. كسك غير خدا را پرستش ميکند در حقیقت است. پنجم شرك اوردان به خداوند تبارک و تعالی ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لهلحبطن عملك. ولا من الخاسرين ما برای تو پیامبر و پیامبران قبل از تو وحی کردیم که اگر شرک بیاورن به خداوند کسی عملش هم ضایع میشه و از جمله زیان کاران محسوب میشه ششم دوستی با شیطان و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسرانم مبینا هفتمش کشتن اولاد یا تبعیض بین اولاد قد خسر الذين قتلوا اولادهم حشتم تكذيب ملاقات الله تبارك وتعالى دار الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وأنهم كم شدن حسنات وزياد شدن پله گناهان إنسان ومن خفت موازينه فولايكم الخاسر ودهم که وقتش مديريات نمي والعصر إن الإنسان لفي خسر الله تبارك وتعالى بهم ومتوفيق ملنات بفرماید